آیا نوزادان هم خودآگاهی دارند؟ فکر نمی کنم کسی تو دنیا وجود داشته باشه که بتونه واقعا ادعا کنه که دوران نوزادی رو قبل از تولد خودش رو به یاد میاره. از طرف دیگه چون نوزادان نمیتونن به ما بگن که به چی فکر میکنن و چه احساسی دارن، تا حالا همه دانشمندا فکر میکردن که انسان تو دوران نوزادی نسبت به ماهیت خودش آگاه نیست و به عبارت دیگه هیچ خودآگاهی نسبت به خودش نداره. اما حالا نتایج مطالعه جدید نشون داده که این تصور اونقدرها هم درست نیست و نوزاد انسان از زمان تولد و حتی قبل از تولد هم از نوعی خودآگاهی برخورداره. نتایج این مطالعه جالب میتونه انقلابی رو در حوزه‌های مختلف اخلاقی و حتی حقوقی به وجود بیاره. در ادامه بیشتر در مورد این کشف عجیب صحبت میکنیم. لطفاً ما رو تنها نذارید. لطفاً اگه هنوز به کانال ما سابسکرایب نکردین، کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. یک تیم تحقیقاتی از متخصصان علوم اعصاب و فلسفه از چندین کشور مختلف دور هم جمع شدند تا بالاخره راز دوران نوزادی انسان رو کشف کنند. نتایج تحقیقات اونها در یک مقاله تحت عنوان خودآگاهی در گهواره، بررسی ظهور تجربه نوزاد در مجله Consciousness in the Cradle منتشر شده. هرچند همه ما زمانی نوزاد بودیم، اما همونطور که گفتیم هیچ کس دوران نوزادی خودش رو به یاد نمیاره و هیچ نوزادی نمیتونه درباره احساسات خودش صحبت کنه. یکی از نویسندگان اصلی این مطالعه به نام دکتر تیم باین که استاد فلسفه دانشگاه موناش ملبورنه در این باره گفته: چون هیچ یک از ما نمیتونیم دوران نوزادی خودمون رو به خاطر بیاریم، هنوز محققان نمیدونن که خودآگاهی در زمان تولد به وجود میاد یا مدت کوتاهی بعد از اون. محققان برای اینکه بتونن بالاخره این راز رو کشف کنن، از یافته‌ها و روش‌های جدیدی استفاده کردن. به عنوان مثال، قبلاً ثابت شده بود که با استفاده از برخی نشونه‌های حاصل از عکس‌برداری مغزی در بزرگسالان میشه آگاهی رو از عدم وجود اون تشخیص داد. محققان تصمیم گرفتن برای اولین بار از این یافته‌ها برای ارزیابی خودآگاهی در نوزادان استفاده کنن. بالاخره تحقیقات اونها نتیجه داد. لورینا ناکی، استادیار دانشگاه روانشناسی ترینیتی، عضو این گروه گفت: یافته‌های ما نشون میده که نوزادان میتونن واکنش‌های شناختی در حال رشد و حسی رو در قالب تجربه‌های منسجم آگاهانه بازتاب بدن. به همین دلیل میتونن کارهای دیگران رو درک کرده و به اونها واکنش نشون بدن. این مطالعه اطلاعات جالب دیگه‌ای رو هم در مورد نوزادان کشف کرده. به عنوان مثال، هرچند نوزادان در مقایسه با بزرگسالان نسبت به چیزهای کمتری آگاهی دارن و به زمان بیشتری نیاز دارن تا متوجه بشن که چه چیزی روبروشون قرار داره، اما اونها بسیار راحت‌تر از بزرگسالان میتونن اطلاعات متنوع، حتی صداهای مربوط به زبانهای دیگر رو پردازش کنن. به عبارت دیگه، اونها ثابت کردن که مغز کودک در زمان تولد نسبت به اطرافش آگاهه و این تجربه آگاهانه بر درک کودک از خودش و محیط اطرافش اثرات ماندگاری به جا میذاره. نتایج این تحقیق میتونه تأثیر زیادی بر حوزه فعالیت‌های بالینی، اخلاقی و حتی حقوقی داشته باشه و تمام تصورات نسبت به نوزادان رو دستخوش تغییر کنه. این ویدیو هم به پایان رسید. امیدواریم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به نظرتون کودک از چه زمانی چهره خودش و دیگران رو میشناسه؟ دوست داریم نظراتتون رو در بخش کامنت ها بخونیم و فراموش نکنید که اگه این ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنید.